در این زمینه هم مهم هست. هم دیگر بخشی به معنای شناسایی حقوق یک دیگر هست. وقتی که از تجربه سلام دکتر خوشحال از تجربه دیگر کشورها ما میبینیم، در این کتاب هم مطرح شده، مثلا از کشور مغرب وقتی کمیسیون حقیقت یابی سابقه 40 سال تخطی از حقوق بشر را بررسی میکنه و به 20,000 روسیه در طی 3 سال 4 سال رسیدگی میکنه، او کسایی که مرتکب جنایات شدن در واقع از ملت معذرت میخواهد و چون میخواهند در یک نظام صلح‌آمیزی زندگی بکنن اونا جذب جامعه میشن و به زندگی عادی خود ادامه میدن، مگر مواردی که تخطی آشکار از حقوق بشر و طور شخصی صورت گرفته که اون مسئله عدالت انتقالی هست، اون مسئله را هم مطرح خواهد کرده. در مورد عدالت در واقع رسیدگی و اون مسائل و مشکلاتی که افراد و گروه اجتماعی داشتند، جبران خسارت، کسایی که متحمل خساراتی شدند بر اثر ندانمکاری های یک تعدادی که در واقع سیاستگردان و سیاست ورزان مملکت بودند، اونا باید خسارهایی که متحمل شدند جبران شدند. کم از کم کسایی که زمین های اونا غصب شده بتانند و در واقع املاک خود دسترسی داشته باشند. در غیر از اون این میشه صلح و معنای تداوم امو سلطه و غصب، در غیر از او هیچ معنای و مفهوم دیگری نخواهد داشت. صلح به این معنا خواهد بود که کسایی که متحمل خسارات شدند، زمینشان غصب شده یا کسی از اعضای خانوادهش کشته شده یا کسی اختطاف شده و به بیگاری کشیده شده، این جنایت همچنان ادامه پیدا میکنه و تداوم میکنه و به این طور یک پروسه ما نمیتونیم صلح بنامیم. بنابراین عدالت و خاطر رستگی به مصائب و مشکلات و که از که افراد و گروه اجتماعی متحمل شدن و در مقابل مشکلاتی که تحمل کردن شایسته جبران خساره هست. محاکمه و طرد جنایتکاران، فراموش نکردن جنایات و پیشگیری از تکرار فجایع و تخطی حقوق بشری و تأکید بر اهمیت روابط در واقع دولت ملت در این مسئله جای میابد که او بخش دیگر از صلح پایدار هست. وقتی از صلح پایدار صحبت میکنیم به معنای ایجاد امنیت، اعتماد و اجتماع دموکراتیک هست و همچنین این که تمام کسایی که در محیطه یک سرزمین زندگی میکنند از اقوام مختلف، لسانهای مختلف، مذاهب مختلف، احزاب مختلف، جنس مختلف، نژادهای مختلف، اینا همدیگر به رسمیت بشناسند و در عالم یک دیگر خود را درک بکنن و بفهمن. این روز وقتی که از درک دردها صحبت میکنیم، درد یک فرد هزاره تا او حدی که شایسته و بایسته است برای یک فرد تاجیک یا پشتون در واقع قابل لمس نیست. به این خاطر است که در این مملکت متاسفانه همه به دنبال برد هست و هیچ کس نمیخواه به یک حدی از تقسیم قناعت بده و به سهمبندی و صلح و زیست با همی در واقع تن بده. بنابراین این هم یکی از معرفه های صلح پایدار هست. این که مصالحه چی راه هایی داره باز هم شما خواهید دید. تجارب مختلفی در این دو کتاب ارزشمند مطرح شده. هر جامعه با توجه به شرایط خود تانسته یک مکانیسم صلح را که حقیقت یابی جزی از او هست طراحی بکنه. ما در این زمینه کشور ما یک لیست بسیار بلند بالای از تجربه را داره که به دلیل از این که این پروسه هیچگاه از درون از این ملت نجوشیده و درونی نبوده و در واقع طرحهایی بوده که از خارج در واقع طراحی شده و به اون رقم که عرض کردیم به خاطر راه حل سیاسی و نه ایجاد صلح و جامعه افغان تحمیل شده، هیچ کدام از اینا در واقع به نتیجه نرسیده. از آشتی ملی دکتر نجیب که شروع بکنیم تا قسم مجاهدین در کعبه او که اینا شما در خاطر شما هست، خل سلا و ادغام مجدد یا دیدیار بود، بعد از او دایاگ آمد، برنامه صلح و رهبری افغانستان که در واقع پلان عمل کرده است که دولت افغانستان به نام صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، برنامه عمل دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جون 2005 را به تصویب رسانده. و اگر این را شما مطالعه بکنید در اینجا جالب است که تمام اراکین همی فعلی دولت اونجا بودن به شمول نماینده های کشورهای خارجی و سفیرهای کشورهای که حالی آمدن از در واقع از یک پروسه دیگر صلح حمایت میکنند.
این نشان میده که مصالحه متاسفانه در افغانستان بیشتر یک بازی سیاسی میمونه تا یک خواست و اراده واقعی. در غیر از او باید مطالعه میشد که عیب از این پروسه چی است که شما میرین شورای عالی صلح ایجاد میکنین، جرگه مشورتی صلح ایجاد میکنین و بعد از او یک تعداد را که مثلا اسلحه را میخرن در 50 دلار ما زور شما از او میگیرین، ما 100 دلار و 10 ماه بر از او میتین. آیا صلح میشه با پول کرد؟ آیا میشه که وحدت ملی را با خواهش و تمنا ایجاد کرد، با التماس ایجاد کرد؟ مستقیما این راهکار در واقع دوامدار ختم جنگ در افغانستان نیست. و بعد از او جرگه صلح میان افغانستان و پاکستان را داشتیم. در نامه صلح و ادغام مجدد هست، جرگه ملی مشورتی صلح هست، کمیسیون تحکیم صلح به رهبری آقای مجددی و دیگر موارد که اینا تمام تجربیات است که کشور ما در این راستا دارد و همون رقم که از مطبوعات شنیدیم باز هم قرار است که دوباره قسم در خانه خدا تکرار شد و معلوم نیست که آیا با این رقم اقدامات صلح به کشور بارون باز میکرده یا نه. و متاسفانه بسیاری از این تلاش ها به شکست انجامده و علت عمده از این شکست صلح هم است که به حقیقت یابی نپرداختن، به حقیقت یابی ارزش داده نشده در هیچ کدام از این پروسه ها. وقتی که حقیقت یابی ارزش داده نشود به این معناست که هر چقدر قربانی داده میبرد افغانستان، شهید داده، در حملات اینا کشته شدن و اموال اینا غصب شده، آواره شدن، این مثلا هیچ ارزشی نداره. جان انسان، مال انسان، ارز و آبروی انسان و حیثیت انسان و کرامت بشری هیچ ارزشی نداره در این مملکت. و شما میتونید که 30 نفر گروه دیگر رو جمع بکنید، یک جنگ و جدال دیگر شروع بکنید و بی خیال از اینکه کسی از شما پرسان بکنه و این جنایات تداوم بیتون. نتیجه از اوی است که پشت سر هم این اشتباه تکرار شده و متاسفانه هیچ کسی در این دوره ها نیومده که یک دفعه پرسان بکنه که همین انسان هایی که همه به قتل میرسن آیا خون و مال و کرامت انسانی اینا هیچ احترامی نداره نزد شما. و متاسفانه همین روند هنوز هم ادامه داره. و علت دیگر که صلح به این مملکت نمیاید این است که ما یک نظام بر مبنای حکومتداری خوب که در او شفافیت، حکومت قانون، حاکمیت قانون و مشارکت تمام مردم، نمایندگی از مردم، پاسخگو بودن و داشتن یک دورنمای استراتژیک سیاسی و انکشاف انسانی و اقتصادی، مسئولیت پذیری و تعیین جهت بر اساس وفاق ملی، انصاف و عدالت، مؤثریت و ثمربخشی استوار باشه، یعنی کم از کمی 9 تا بایستر باید داشته باشه، ما در افغانستان متاسفانه نداشتیم. در کنار مسئله عدم توجه به حقیقت یابی که به مسئله حکومتداری خوب من اینجا نمی پردازم، جای بحث از اون میشه که به زمان دیگر محور کرد. ولی مشخص است که بدون عدالت ما نمیتونیم از صلح صحبت بکنیم. حتی اگر کسایی در افغانستان پیدا باشند که خوشبختانه یا متاسفانه تعداد اکثریت تشکیل میتن و اونا به دستاوردهای جهانی بشری به عنوان جنایت علیه بشریت و کرامت انسانی که در کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و سازمان های بین المللی مانند سازمان دادگاه بین المللی جنایی باور هم نداشته باشند، ولی اگر مسلمان هم باشن ارزش و کرامت یک انسان از نظر دین اسلام بسیار بالا هست و در حدود 14 قرن قبل از اینکه سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی مسئله جنایت علیه بشریت را مطرح بکنه در آیه 22 سوره مائده آمده است که کسی که یک نفر را میکشه مانند است که تمام انسان ها را میکشه. امروز در سازمان در واقع سیستم حقوق بشری جنایی بحث از جنایت علیه بشریت هست و بعضی از جرایم مانند کوچ اجباری، نسل کشی و غصب اجباری زمین و همچنین تجاوز جمعی بر زنان یا گرفتن اطفال اونا قانون جنایت علیه بشریت تعریف شده. اما امور رقم که میبینید در واقع از نظر قرآن کشتن یک انسان جنایت علیه بشریت است. و آیات به شمار دیگری هم هست در این زمینه که با توجه به خواستای دین اسلام
و دلیل از این که در زمانی که دین اسلام ظهور کرد هم یک نظام قبیله‌ای حاکم بود و او چیزی که ارزش نداشت جان انسان و نفس انسان و کرامت انسان بود. و این دلیل تأکید به این شد که اگر کسی یک انسان را میکشه مانندی است که تمام اجتماع را در واقع به قتل رسانده. و بنابراین حتی اگر کسی مسلمان هم باشد و قرآن به او دستور میده که به عدالت قیام بکنه، به او دستور میده که قتل یک انسان برابر با قتل تمام اجتماع هست و خون و کرامت انسان ارزش بسیار فوق‌العاده در دین اسلام داره و نباید که مسلمان از کنار از او و آسانی بگذاره. اما متاسفانه علی‌رغم تأکیداتی که ببخشید علی‌رغم تأکیداتی که قرآن و آموزه‌های دینی در این مورد داره هم در افغانستان متاسفانه این گپا هیچ خریداری نداره و تا کنون ما نمیتونیم از یک پروسه موفق حقیقت یابی یاد بکنیم و بشنویم که جایی در واقع کسایی که به اونا مصیبت وارد شده، قتل عام صورت گرفته یا قتل شده یا شکنجه شده یا اختطاف شده، اونا در واقع بتونن به جای مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن اونجا.